8 مارس روز جهانی زن هر ساله در حالی برگزار می شود که دولت ایران و حکومت افغانستان دو رویه متفاوت را پی گرفتند. نگاهی داریم به این تفاوت دیدگاه و تأثیر آن بر تلاش های زنان برای حقوق برابر. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه 2. جاوید رحمان نماینده ویژه سازمان ملل در مورد ایران امروز گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر ایران همین ساعت پیش در جلسه سازمان ملل قرائت کرد. در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق زنان اشاره شده و به صراحت آمده در ایران با زنان به عنوان شهروندان درجه 2 رفتار می شود. شادی صدر، فعال حقوق بشر از سازمان عدالت برای ایران مهمان ماست. خوش آمدید خانم صدر. شما گزارش رو دیدید، نظرتون چی بود در مورد مسائلی که مطرح کرده؟ گزارش آقای جاوید رحمان طبق معمول یک نگاه کلی داره به وضعیت حقوق بشر در ایران در 6 ماه گذشته که شامل موارد متعددی میشه، از جمله عدم رسیدگی به شکایات خانواده های کشته شدگان آبان 98، از جمله حقوق نقض حقوق اقلیت های مذهبی و اتنیکی و همینطور مواردی مثل تعقیب و آزار و اذیت روزنامه نگاران. اما نکته برجسته این گزارش و همینطور البته یه بخشی از گزارش هم فراموش که برمیگرده به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به خصوص شوک تراپی و عمل‌های تغییر جنسیت اجباری. اما نکته برجسته این گزارش که بخش زیادی از گزارش بهش اختصاص داده شده یک بررسی بسیار مفصل و جامع هست از وضعیت حقوق زنان در قوانین و در عمل و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که بعد از چندین سال در واقع گزارشگر ویژه به موضوعاتی پرداخته در حوزه حقوق زنان که در ماه‌ها و سال گذشته بسیار مورد توجه جامعه ایرانی بودن. به طور مشخص بحث‌های مربوط به قتل‌های ناموسی رو گزارشگر ویژه راجبش مطالبی رو نوشته و همینطور بحث مربوط به حجاب اجباری و اینکه بحث‌هایی که در جنبش‌های اجتماعی بوده در جامعه ایران مطرح بوده، دغدغه عموم مردم بوده، الان در این گزارش که در سطح سازمان ملل مطرح میشه و همین امروز ارائه شده مطرح میشه و در واقع جمهوری اسلامی رو پاسخگو می‌کنه در قبال مسئله مهم قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و همینطور رویه‌ها و سیاست‌هایی که باعث کشته شدن زنان به دست اعضای خانواده‌شون میشن بدون اینکه کسانی که این قتل‌ها رو انجام دادن پاسخگو بشن، محاکمه بشن و مجازات بشن. یه بخش عمده دیگه از این گزارش من دیدم که در مورد ازدواج دختران کم سن و سال هست. چقدر مطرح شدنش در این حد میتونه واقعا تاثیرگذار باشه در شیوه‌ای که حکومت جمهوری اسلامی به داستان ازدواج سن پایین نگاه میکنه؟ چون میبینیم که حتی در مجلس تعاریف رو عوض کردن و میگن این ازدواج کم سن و سال ها نیست، ازدواج زود هنگامه، یا یک تعاریف خیلی جالبی براش ارائه میدن. بله، به موضوع خوبی اشاره کردیم، چون دقیقاً یک نکته دیگه‌ای که هست بحث ازدواج دختر بچه هاست، ازدواج کودکان به طور کلی، و چون تمرکز این گزارش راجب زنان و دختر بچه ها هست به خصوص ازدواج دختر بچه ها، گزارشگر ویژه نسبت به آمار نگران کننده تعداد این ازدواج ها در ایران هشدار داده و همینطور قوانینی رو در واقع مؤثر و مسبب اصلی این ازدواج ها دونسته که کودکان رو، در واقع سن ازدواج کودکان رو بسیار پایین تر از سن استانداردهای جهانی و سنی که در کنوانسیون جهانی حقوق کودک به رسمیت شناخته شده میدونن و همینطور حتی زیر اون سن بسیار پایین هم به پدر یا جد پدری دختر بچه اجازه میدن که با اجازه دادگاه اون رو به عقد کس دیگه ای در بیاره و اشاره کرده که تا وقتی که این قوانین عوض نشن وضعیت ازدواج کودکان تغییر نخواهد کرد. در ایران ما میدونیم که در سالهای گذشته این موضوع بحث بوده، همونطور که شما اشاره کردین در مجلس بحث شده، در فضاهای دیگه راجبش بحث شده، در فضاهای سیاسی، ولی به نظر میرسه که اون مشکل اساسی که در تمام این گزارش راجب حقوق زنان میبینیم اینجا هم هست، یعنی اینکه قانون اساسی ایران اجازه نمیده که قوانینی که برخلاف موازین شرعی هست به تصویب برسه و سن ازدواج، سن بلوغ، بسیاری از قوانین مربوط به زنان همه ریشه در فقه شیعه دارن و بنابراین در نظام
حقوقی کنونی مدام به بنبست شورای نگهبان میخورن و به همین دلیل است که ما میبینیم که یک فهرست بلند بالای قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان وجود داره. به عنوان سوال آخر خانم صدر، همونطور که گفتین آقای رحمان هر چند وقت یک بار یک گزارشی داره و راجع به این موارد صحبت میکنه، اثری دارند اینها؟ خب این سوال همیشگی رسانه هاست و شاید سوال همیشگی مخاطبان شما هم هستش. ایران یکی از معدود کشورهاییه که براش از طرف سازمان ملل گزارشگر ویژه تعیین شده، یعنی جامعه جهانی وضعیت حقوق بشر ایران رو به حدی وخیم ارزیابی کرده که احتیاج داره یک گزارشگر خاص ایران از بشه و این نشون میده که مسئله حقوق بشر در واقع دستور کار جامعه جهانی برای سالهای سال در حوزه ایران وجود داشته. اما متاسفانه باید اینم فراموش نکنیم که سازمان ملل برعکس چیزی که در اسمش هست سازمان ملت ها نیست، سازمان دولت هاست و در نهایت این دولت ها هستن که باید بپذیرن که توصیه ها یا در واقع گزارش های این گونه ای رو اجرا بکنن، بهش عمل بکنن یا خیر. و جمهوری اسلامی در همه این سالها تفره رفته، همونطور که گفتم ساختاری که در قانون اساسی و قوانین عادی هم هست مانع این میشه که این تغییرات انجام بشه. اما مثلا در همین گزارش مواردی هست در حوزه حقوق زنان که در حوزه اشتغال، در حوزه آموزشه، اینجا دیگه نمیشه که با سدید شریعت توجیه بشه این قوانین و در حوزه سیاست گذاری عمل میشه. سوال اینجاست که سیاستمدارانی که سر کارن، رئیس جمهور و دولتی که سر کاره یا رئیس جمهور و دولت دیگه‌ای که سر کار خواهدان، آیا مردم ایران این رو به عنوان یک خواسته مطرح میکنن که این قوانین و این سیاست ها حداقل تا جایی که این قانون اساسی اجازه میده عوض بشه؟ به نظر من جامعه بین‌المللی تا یه حدی میتونه فشار بیاره، ولی تا وقتی که فشار داخلی و فشار جامعه بین‌المللی با هم هماهنگ نشه و ترکیب نشه، ما نمیتونیم انتظار تغییر جدی داشته باشیم. متشکرم. شادی سعد از سازمان عدالت برای ایران. اما نیروهای امنیتی سالهاست برگزاری هر نوع تجمع به مناسبت روز زن را در ایران بر نمی‌تابند. این سالها زنان در فضاهای عمومی تک تک یا در تجمعهای کوتاه درباره وضعیت زنان صحبت می‌کنند. از جمله همین امروز تجمعی که قرار بود 4 بعد از ظهر در پارک هنرمندان برگزار شود با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و پلیس اجازه برگزاری پیدا نکرد و شماری از شرکت کنندگان به پارک سایی رفتند. جوان میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. بخشی از تجمع کوتاه امروز بود در پارک سایی، در حالی که حکومت اصرار دارد که روز زن و مادر را به صورت مشترک و در روز تولد فاطمه فرزند پیامبر اسلام جشن بگیرد. بخش قابل توجهی از زنان به ویژه در سالهای اخیر با فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی روز 8 مارس را جدیتر برگزار می‌کنند. نداشتن حقوق برابر با مردان از ارث و دیه گرفته تا حق حضانت و طلاق و اجبار برای اجازه همسر یا پدر برای سفر تا حجاب اجباری برای دختران و زنان ایرانی بیش از پیش یک سوال جدی را طرح می‌کند. می‌پرسند این آپارتاید جنسیتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در افغانستان اما داستان جور دیگری تعریف می‌شود. حکومت روز زن را جشن می‌گیرد، اما فعالان زن می‌گویند در حالی که زنان زیادی به خاطر تهدید و ترور توسط طالبان خانه نشین شدند، حکومت با طالبان سر حقوق آنها معامله می‌کند و جشن روز زن تنها یک روکش طلایی بر روی دردی بی‌پایان است. سه میهمان داریم. میترا مهران، بنیانگذار کمپین چشم‌انداز زنان از کابل با ماست. مهدی گلرو، فعال حقوق بشر از سندویکن سوئد.
و بهار جویا خبرنگار حوزه زنان از لندن ما رو همراهی میکنه. خوش اومدید به برنامه. من از شما شروع میکنم خانم گلرو، چون آغاز برنامه در مورد ایران صحبت کردیم و آقای رحمان گفتند که زنان در ایران جنس دوم هستند. به نظر شما خانم سعد گفتند که بخشی از این به عهده مردم هست و فقط با گزارش های سازمان های بین المللی مشکلی حل نمیشه. به نظر شما آیا این تلاش ها در سالهای اخیر اونقدر که باید بوده از طرف مردم در داخل ایران؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من فکر میکنم که تلاش هایی که صورت گرفت از داخل ایران و جنبش زنان و فعالین زنان که سعی کردن داخل ایران هر بار از هر فرصتی استفاده کنند تا در مورد مسائل زنان حرف بزنن و مطالبات زنان رو بگن، تلاش قابل ارجی هستش و بارها و بارها در مورد صحبت کردم و میزان فشار و سرکوبی که بر جنبش زنان و فعالین زنان هست نشون میده که موضع‌گیری حکومت در برابر اینها چطور هستش. اما در موردی که به طور عام در جامعه چه مطالبه‌ای صورت میگیره، اینکه همه جامعه به برابری اعتقاد داشته باشن، در کشورهای دیگه، حتی در کشورهایی که امروز نماد برابری خواهی در دنیا هم هستن، این اتفاق در واقع دفعتی اتفاق نیفتاده. قوانین اصلاح شده، رسانه ها در اختیار اون قوانین قرار گرفتن و سعی شده فرهنگ سازی بشه و در نهایت جامعه به اون سمتی رفته که برابری رو بپذیره، هرچند که حتی در همون کشور هم شما هنوز میبینید که فمینیسم زنده است و داره مطالباتش رو مطرح میکنه و خواسته هاش رو هر روز میگه و اونجا هم قتل هایی صورت میگیره، اونجا هم خشونت صورت میگیره، اما قانون میاد حمایت میکنه و قانون سعی میکنه این فرهنگ پدرسالار رو محدود بکنه. اتفاقی که در ایران میفته، خب جامعه به هر حال این نگاه سنتی رو تو بخش زیادیش میشه هنوز دید و دلیلش هم اینه که نه تنها قوانین این سنت ها رو محدود نمی کنه، بلکه مرتب کلیشه های جنسیتی و سنت های مردسالار در رسانه های جمهوری اسلامی هر روز داره به اشکال مختلف تقویت میشه و در واقع اونها رسانه‌ای که در اختیار سنت ها قرار داده میشه، میتونیم بگیم که تاثیر خیلی زیادی در تفکر جامعه داره. خانم جویا، شما هم اخبار ایران رو دنبال میکنید، هم اخبار افغانستان رو دنبال میکنید، تا یه سالهای گذشته در مورد وضعیت زنان در افغانستان هم گزارش های متعدد تهیه کردید. وضعیتی که الان میبینید چقدر شما رو نگران میکنه؟ ممنون از شما. خب وضعیت زنان در افغانستان، همونطور که شما هم یاد کردین، درست است که در افغانستان مراسم برگزار میکنن و روز زن تجلیل میکنن 8 مارچ. در سراسر افغانستان در ولایت های بزرگ ما میبینیم که هم دولت هم نهادهای فعال حقوق زن کار میکنن بر زنها و زنها را تشویق میکنن، ولی خب اینها یک چیزایی بوده که به خصوص امسال خیلی از زنها را، خیلی از ماها را بیشتر عصبانی کرده، به خاطر از اینکه همین هفته پیش ما 3 نفر از خبرنگارای زن در شرق افغانستان در تلویزیون انعکاس از دست دادیم و کاری که کردن صاحبان این رسانه به جای حمایت کردن از زنها و تأمین امنیتشان و همچنان دولت افغانستان، بقیه کارمندای زنی که در این تلویزیون کار میکردن گفتن که باید خانه بشینن، خانه نشین باشن. بنابراین میبینیم که وضعیت خیلی او رقمه که باید و دیده میشه و در رسانه ها نشان داده میشه بر زنها بر وقت مرادشان نیست در افغانستان. وضعیت روز به روز خرابتر شده. صحیح. ترور شخصیت های هدفمند در جامعه مدنی، در بین روزنامه نگاران، از چیزایی که به شدت زنان نگران کرده، با اوج گرفتن خود مذاکرات با طالبان هم چنان که میبینین در این روزها چیزیست که گفته میشه زنها خیلی از نگرانی عمده‌ای که ما داریم است که قانون اساسی تغییر بکنه و خود این ترورهایی که صورت گرفته و خود این قتل‌های هدفمندی که صورت گرفته در ماه‌های اخیر در افغانستان به نحو گفته میشه که یک آله فشار است بر جامعه مدنی، بر روزنامه‌نگارا، بر جامعه روشنفکری در افغانستان که از خواسته‌هایشان بگذرن و یا عقب نشینی بکنن و یا بترسن. متوجهم. خانم مهران، میخوام نظر شما رو در مورد این بدونم. ضمن اینکه بعضی از منتقدا میگن که این زنانی که شما ازش صحبت میکنید یا خانم جویا بهشون اشاره کردن، زنان شاغل یا زنان تحصیل کرده و روشنفکر و اینها لایه بسیار اندکی از جامعه زنان افغانستان هستند. برای بخش بزرگتر جامعه زنان افغانستان مسئله صلح اهمیت بیشتری داره تا این حقوق. نظر شما چیه؟
سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. متاسفانه افغانستان زنا، مخصوصا زنا که در ساعت مدنی و اجتماعی فعالیت دارن، روزای بسیار خونین و خراب سپری میکنن. کابل وضعیت ترسناک است به همه. بحثی را که شما گفتین دقیقا یک موضوعی بود که از آغاز مذاکرات شروع شد، برای ازی که خفه کنن زنا را، به حقوقشان صدا بلند نکنن. به این دلیل ما و بعضی دوستای ما 5 نفر کارزار روایت زنانه را شروع کردیم که خواستیم روایت زنانه را در مورد حقوق اساسیشون مثل حق دسترسی به تعلیم، به صحت، به فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی از مناطق دوردست افغانستان جمع کنیم. اگر شما و بیندای شما به صفحه ما برین ببینین، خواستی یک زنی که در یک نقطه دوردست بدخشان یا دایکندی و هلمند زندگی میکنه بسیار متفاوت از خواستی یک زن شهری کابل نیست. به او دلیل هدف ما می بود که ایدهایی که زیادتر از طرف از طرف های مختلف مطرح میشه چقدر درست است. شما ما در روایتی از یک زن در یک نقطه زیر کنترل طالبان در جلال آباد داریم که میگه ما برام بسیار مهم است که دخترم به مکتب بره چون من حق نداشتم. شما یک زن خانه را از آشپزخانه خودش از کشم بدخشان روایتش را میشنوین که میگه که ما میخوایم رای بتون برای ازی که میخوایم به یک زن رای بتون چون فکر میکنم درد مرا خوبتر درک میکنه. و او تنها حق رایش برش مهم نیست، شعوری از ای را پیدا کرده که چرا میخواه رای بته و به کی میخواه رای بته. من فکر میکنم ایده‌ها درست نیست. شاید در یک سطحی دسترسی به اینترنت، دسترسی به فضای بیرون ما بسیار، یا سطح پوشش ما بسیار کمتر متفاوت با یک زنی که در یک نقطه دوردست زندگی میکنه باشه، ولی در مورد حقوق اساسی من، در مورد حقوق اساسیشان زنها همهشان باورمند هستن و این حقوقشان هم میخواین. و من فکر میکنم که این استدلالای منفی است برای ازی که بتانن زنها را خفه کنن و در یک سطحش که ما در یک سطح وحشتناکتری دیگهش در قتلهای هدفمند میبینیم که متواتر روان است و فقط از اول سال میلادی تا حال ما متاسفانه 6 زن فعال از دست دادیم و کسی هم برش رسیدگی نکرده. بله. خانم گلرو، شما یادتون میاد که استدلال خیلی شبیه این در مورد ایران هم همیشه مطرح بود، به خصوص مثلا بحث حجاب که مطرح میشد. توی این سالهای اخیر کمی تغییر کرده نگاه. خوشبین هستید؟ من اتفاقا منتظر بودم که هر سوالی بپرسید ادامه صحبت خواهرای عزیزم رو بگم در مورد اینکه هر دوی این دوگانه سازی در مورد ایران هم اتفاق میفته. یعنی اساسا اینکه چه اولویت هایی وجود داره، کدوم خواسته زنان در اولویت خواسته اونی که تو شهر طبقه متوسط، زنان روستایی، زنان عشایر، و مرتب هر کسی که در مورد یه سری خواسته ها حرف میزنه هم میگن نه این الان مهم نیست، بریم سراغ مثلا فلانی خواسته که میتونه همه‌گیرتر باشه. این مسئله همیشه وجود داشته در تمام تاریخ حدود بیش از 100 سالی که فمینیست‌ها در تمام دنیا دارن فعالیت میکنن، همیشه اینجوری بوده که گفتن نه این الان مهم نیست، این الان اولویت نداره. و معمولا اینجوریه که همین الان هم میگن اگه جمهوری اسلامی الان دیگه فقط باید بین در مورد این حرف بزنیم که جمهوری اسلامی بره، اصلا در مورد خواسته های زنان حرف نزنیم، در صورتی که بخش مهمی همه خواسته های زنانه و چیزهایی که 42 سال تلمبار شده و در بیش از اون، در واقع سالهای قبل از اون هم همیشه همینطور بوده، بعد از مشروطه همیشه این اتفاق افتاده بوده که گفتن الان هر تغییری میخواد اتفاق بیفته فعلا اون در اولویت قرار داره. یا در مورد اینکه یک بخشی از زنان سرکوب میشن، به نکته خیلی مهمی اشاره کردن، اینکه یک بخشی از زنان سرکوب میشن و مهم نیست چون یه الیتی هستن، یه اقلیتی هستن، زنانی هستن که خواسته ها رو در واقع فریاد میزنن، اون زنان الهام بخش جامعه هستن. زنانی هستند که دختران جوان، کودکان دختر اونها رو نگاه میکنن و از اونها انگیزه میگیرن، الهام بخش میتونن برای اونها باشن که مسیری رو ادامه بدن و حذف اونها و به حاشیه روندن اونها اتفاقا باعث میشه که فضای سیاسی و اقتصادی خالی بشه از زنان الهام بخش. اشاره جالبی کردید خانم کلی. قضیه زنان الهام بخش برای من خیلی، برای شخص من خیلی جالب شده در سالهای اخیر، برای اینکه بخش عمده ای از فعالان خوشنام سیاسی اجتماعی در حوزه‌های مختلف زنان هستند. در ایران ما می‌بینیم، در افغانستان که بیشتر حتی می‌بینید، در بسیاری از رده‌ها.
فکر میکنید چه چیزی باعث این حضور شده؟ آیا این در واقع فشاری که روی زنها بوده در سالیان اونها رو در واقع به سمتی برده که بیان و از جاهای دیگه شروع بکنن و تلاش ها رو به سمت هر مسئله‌ای که براشون مهم به نظر، فراتر از مسئله زنان، مسئله حقوق کارگران، مسئله حقوق همجنسگرایان، همه حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی، می‌بینید که زنان در سطح هستن. فکر می‌کنید دلیلش این فشاری هست که اینها خودشون به عنوان زن در جامعه تحمل کنن؟ دلیلش چیه به نظر شما؟ من فکر میکنم این هم یک بحثی هستش که اساسا در تمام دنیا اتفاق افتاده. یعنی ما اگه در مورد جنبش نژادپرستی هم بخوایم در نظر بگیریم، نمیتونیم سارا پارک رو کنار بذاریم و بگیم که مثلا اون چقدر اهمیت داشته و اون چقدر الهام بخش بوده برای تمام کسانی که در واقع بعدش مقابله میکنن و مبارزه میکنن با نژادپرستی. و این همیشه بوده، یعنی زنانی که زندانی میشن، زنانی که تلاش میکنن و بعد به واسطه اینکه اونها در صحنه هستن کسان دیگه‌ای به اونها میپیوندن و این قدرت رو بیشتر میکنه. و یه مسئله که خیلی اهمیت داره اینه که زنها در جنبش‌های دیگه هم حضور فعال دارن. یعنی بخشی از جنبش زنان در جنبش دانشجویی هست، بخشی از زنان در جنبش کارگری هست، در بازنشسته‌ها هستن، در معلم‌ها هستن، در خواسته‌های سیاسی هستن. همه اینها باعث میشه که خیلی این در واقع تنوع خواسته‌ها زیاد بشه. و در کنار خواسته‌های خودشون که مختص در واقع مسئله زنان به واسطه مسئله تاریخی زنان هست، خواسته‌های جنبش‌های دیگر رو هم در کنار خواسته‌های خودشون خانم جویا، شما سالها در خود افغانستان در کابل کار کردید، با نمایندگان مجلس، با گروه های سیاسی، با زنان موفق در حوزه های مختلف. چقدر راه اینها هموار هست در افغانستان؟ میدونیم که دولت و حکومت به هر حال در سالهای گذشته به نوعی قرار بوده حداقل در چشم جامعه جهانی به نظر بیاد که خیلی داره به اینها راه میده. اتفاقا من امروز یک خبر را میخواندم از یکی از نهادهای دولتی افغانستان، مرکز احصایی افغانستان، در نظرسنجی اخیری که انجام داده گفته که مشارکت زنان در تصمیم گیری های نهادهای دولتی و نهادهای سیاسی رده بالا در سال گذشته کمتر از 1% بوده، در حالی که تعهد دولت افغانستان به مشارکت زنان در این تصمیم گیری ها 30% است، که برای من این خودش به شدت نامید کننده بود. ولی اگر بخوایم در مورد تجربه خودم و کار خودم در افغانستان بگویم براتان، در افغانستان هم تو که همکار ما خانم مهران هم اشاره کردن، در این سالها یک فشار بسیار موظف بالای دولت افغانستان، بالای نهادهای جامعه مدنی، بالای نهادهای حقوق بشری از طرف کشورهای کمک کننده، از طرف جامعه جهانی بوده برای اینکه بر زنها کمک بکنن و اینکه به حقوق برابر زنها احترام بگذارن. و تا حد زیاد دولت افغانستان در این زمینه حامی زنان بوده و تلاش کرده که این کمک انجام بده. بنابراین به عنوان مثال برای من به عنوان یک خبرنگار بسیار راحت بود که در کابل بتانم در هر قسمتی که میخوایم، با هر مقامی که میخوایم صحبت بکنم و یا هر نوع گزارشی که بخوایم تهیه بکنم، گزارش‌های اینوستیگیتیو که تحقیقی میشه. اما در این حال این امکانات و تمام این تلاش ها به نظر من به عنوان کسی که سفر کردم دولت های مختلف افغانستان از شرق تا غرب خلاصه شده بود به شهر کابل و چند شهر بزرگ. و وقتی من صحبت میکردم با خبرنگارهایی که در ولایت ها بودن، در رسانه های کوچکتر یا رسانه های محلی کار میکردن، این امکانات نداشتن. بنابراین من فکر میکنم که تمام امکانات و تمام حمایت هایی که از زنان صورت گرفته در افغانستان تقسیم برابر نشده تا با. بله. و این تقسیم هنوز نادلانه است. بسیار بله، نادلانه است و در یک سطح بسیار سطحی است. یک چیزی رو به عنوان گزارش سالانه خود میخوان داشته باشن، به جامعه جهانی نشان بدن، جندر رعایت بکنن. اما چقدر از این نهادها و این مؤسساتی که در افغانستان کار میکنن زنان رو در رده های بالای تصمیم گیریشان دارن، در رده‌های مدیریتشان دارن که بسیار کمتر دیده میشه. خانم مهران، وقت زیادی نداریم، در حد 2-3 دقیقه میخوام جمع‌بندی شما رو هم مثل بقیه دوستان بشنوم. شما در داخل کابل، در داخل افغانستان هنوز دارید کار میکنید، از فضایی که شما روزانه شاهدش هستید به ما بگید، و اگر از قبل این کار رو شروع کردید بگید که فضا رو به بهبود هست یا نه برعکس داریم به قهقرا میریم. متاسفانه فضا وحشتناک و بسیار ترسناک است، به دلیل اینکه حداقل تیم 5 نفری ما که کارزار روایت زنان را شروع کردیم
یک تیمی رضاکار بود و در کافه های مختلف تقریبا هر روز بعد کار از 4 تا 8 شب ما کار میکردیم، روایت جمع میکردیم و او را تنظیم میکردیم بر تولید. و حالی بر ما حداقل بسیار سخت است که در کافه هر 4 نفر ما جمع شویم. بسیار از دوستای ما مجبور شدن از افغانستان فرار کنن و تقریبا اکثریت ما بسیار تهدیدهای مستقیم دریافت کردیم. کار ما بسیار متمرکز روی کار ما هستیم ولی بسیار با ترس، و این فعالیت اجتماعی سیاسی اکثر زنها را کم کرده و این تاثیر، من فکر میکنم که نقش زنان تاثیرگذار هم مهم است هم یک مسئولیت بزرگ است. اگر ما این فرصت را داشتیم که از بدخشان مثلا بیایم در کابل درس بخونم، اگر من کار نکنم، خب یک دختر صنفی ما که در بدخشان فرصت نداشته یا حالی نداره، خب توقع نداشته باشیم از او کار کنه. ولی یک مسئولیت هم است، من فکر میکنم بسیار مهم است. ولی خرابی دهی است که فضا بسیار ترسناک تنگ شده و دولت یا کسای دیگر و مسئولیت تامین امنیتی کسای را که فعال حقوق مدنی یا سیاسی و اجتماعی هستند نمیگیره. منتها باور من این است که ستون فقرات جامعه مدنی در افغانستان زنان و نهادهای زنانه بوده، گرچه کارشان شاید کم بوده، به اندازه کافی به ولایت دوردست رسیدگی نتانستن، ولی من فکر میکنم که یک عقبگرد نباید داشته باشن. یک پروسه صلح هست یا عدم تامین امنیت هست، نیاز دارن که فضا برشان داده شود که پیش برن، کارهایشان خوبتر پیش ببرن. و گرچه فضا بسیار تنگ است، ترس بسیار زیاد است، من حداقل نمیتونم متواتر مثل قبل با دوستایم بشینم کار کنم، ولی کسایی هستن که هنوز بسیار زیاد کار میکنن، زحمت میکشن با مشکلات زیادی که دارن، ولی امیدوار هستیم که حداقل قتل های هدفمند کمتر شود، که به اندازه کافی دولت مسئولیتش نمیگیره. متشکرم از شما خانم مهران، خانم جویا و خانم گلرو، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. میتونید برنامه رو روی سایت یوتیوب مجدد ببینید، همینطور میتونید به صورت صدا روی پادکست و همینطور تلگرام بشنوید. اگر علاقمند به این موضوع هستید، مطالبی هم روی وبسایت ما درباره روز زن هست، اونها رو هم میتونید مطالعه کنید. شب روزتون خوش.